زرین‌ترین جهان، یکیش معروفاش، یکی آشیله، یکی اسفندیاره، یکی زیگفریده در حماسه آلمانی نیبلونگن ها، و یک شخصیت اسکاندیناویایی هم به اسم بالدر ما داریم جز روینتن. اونم روینتن. که بله. اما عرض کنم که خب آشیل پهلوان بزرگ جنگ تروآست. ولی خب از لحاظ اخلاقی و منش نمیتونیم مقایسهش کنیم با رستم. آشیل تا حدودی مرد عیاشی است. و از طرف دیگه اگر او در آغاز ایلیاد قهر میکنه و میدان جنگ رو ترک میکنه، علتش اینه که آگاممنون فرمانروای یونانی ها کنیز او رو برده به سرای خودش و مصادره کرده. بله. و آشیل قهر کرد. حالا مقایسه کنیم با قهر رستم. او میاد به دربار کاووس و کاووس میگه در جنگ با سهراب چرا دیر اومدی؟ رو میکنه به توس و میگه که برو گیو و رستم رو که دیر اومدن زنده بردار کن. بله. توس هم میاد به سمت رستم که دست رستم رو بگیره، اول رستم رو ببره بردار کنه. رستم روی دست توس میزنه و توس به پشت میفته و رو میکنه که چو خشم آورم شاه کاووس کیست؟ چرا دست یازد به من؟ توس کیست؟ خب ببینید، خشم رستم و ترک میدان جنگ اصلا قابل مقایسه با خشم آشیل و جنگ ترک میدان جنگ. رستم که خشمین میشه، همونش که از زبان خودش گفتید، کاووس رو واقعا تحقیر میکنه اونقدر که بعدن که برمیگرده کاووس میگه چو آزرده گشتی تو ای پیلتن پشیمان شدم خاکم اندر دهن. یعنی ببینید نسبت به پادشاه رستم با چه جبروتی در برابر. بله، من آن رستم زال نام‌آورم که از چون تو شه خم نگیرد. این مقابل شاهی مثل تو من خم نمی کنم. این خصوصیت رستم. و بعد خصوصیت دیگرش جوانمردی است. ببینید جناب آقای دکتر کاکاوند، در اساطیر یونانی بزرگترین توهین به خدایان و بزرگترین تحقیر برای انسان عدم دفن جنازه یک مرد. بله. همون جوری که در تراژدی بزرگ سوفوکل با نام آنتیگونه می‌بینیم، آنتیگونه حاضر میشه جان خودش رو فدا کنه فقط برای اینکه یه ذره خاک رو جسد برادرش بده. خب بعد از اینکه آشیل با هکتور پسر پریام پادشاه شهر تروا میجنگه و اون پهلوان اول تروا هم هست، هکتور دیگه، بعد اونو میبنده به عرابه روی زمین میکشه و بعد میبره به چادرش، اجازه دفنش رو نمیده. خب ببینید اینا حتی اجازه برای دریافت اجازه دفن ازش درخواست میکنه پادشاه تروا. بله. که تو رو خدا بذار ما اینو دفنش کنیم. بله. خب ببینید اینا در واقع یه جور رفتارهای دور از جوانمردیه. حالا لااقل با معیارهای تاریخ فرهنگی ما ناجوانمردانه است. نه همونجا هم ناجوانمردانه بود و قربونتون برم. بالاخره او کسی است که اجازه، یکی آشیل توی تاریخ اساطیری یونان، یکی هم کرئون که اجازه نداده جسد پولینیکس دفن بشه که آنتیگونه میره روش خاک میریزه. اینا به هر حال از نظر منش و رفتار، حالا شما مقایسه کنید با رستم. به طور کلی پهلوانان شاهنامه عموماً دارای جوانمردی هستند. منش دارن. اگر یه جاهایی حالا پهلوانای رده پایین‌تر خطاها و اشتباهاتی میکنن، ولی پهلوانهای رده بالا مثل رستم و به ویژه خاندان گودرز، اینها دارای منش جوانمردانه هستند.